آپدیت های بعدی GTA آنلاین. آپدیت های بزرگی که قراره بیاد. آپدیت های بسیار هیجانی و جذاب GTA آنلاین. این آپدیت های بعدی GTA آنلاین چی میتونن باشن؟ توی این ویدیو میفهمین چه آپدیت های قراره بیاد. هی چه خبر بچه ها؟ اسم من هست کیودیپای. امروز میخوایم بهتون نشون بدیم چه آپدیت های قراره توی GTA آنلاین بیاد. این آپدیت ها خیلی خیلی جذاب و هیجانیه. اولین آپدیتی که قراره بیاد توی GTA آنلاین نایت کلابه. نایت کلاب کلوبای شبانه ای هستش که توی خارج زیاده، توی آمریکا و دبی و اینا زیاده. نایت کلابا کلوبای شبانه ای هستش که توش میرقصن، دی جی میارن، شادی میکنن و خیلی صحبت شده که میخواد توی جی تی آنلاین هم بیاد. احتمالش 85%. اگه یادتون باشه نایت کلاب توی گیتونی هم بودش، توی جی تی ای 4 توی باهاما ماماس میتونه نایت کلاب باشه که خیلی هم شیکه. همتون مطمئنم که دیدینش. اینجا نقشه است دوستان. یکی دیگه از نایت کلاب ها میتونه اینجا باشه. اینجا مطمئنم که دیدین طرف پنت هاوسه که به نظر من خیلی باحال میتونه باشه. نگاه کنیم مثلا از اینجا یا این سریع مثلا راه برین بعد پشت لیموزینتون بشینین، لیموزین جدید مثلا بیاد به عنوان مثال، مثلا لیموزینای لاکچری که توش خیلی کار بتونین بکنین، مثلا تفنگاتون رو بتونین نگه دارین، مثل موبایل اپریشن سنه مثلا تفنگاتون رو نگه دارین بتونین مثلا تیر بزنین، خیلی جالب میتونه بشه. دوستان یکی دیگه از نایت کلابا میتونه اینجا باشه، به عنوان مثال لیموزیناتون اینجا، ماشینای لاکچریتون میاد مثلا اینجا، یکی مثلا بهش زنگ میزنین ماشیناتون رو بیاره داخل نایت کلاباتون برین. این نایت کلابا مثلا بتونین ازش کسب درآمد کنین، به عنوان مثال دی جی بیارین یا سیستمای خیلی هیجان انگیزی بیارین، لاکچری کنین توی نایت کلابتون که همه بتونن بیان. البته مردم فکر نکنم اگه این آپدیت بیاد مثلا بیرون وایسن، احتمالا داخل نایت کلاب مردم میستن. اینجا هم دوستان نگاه کنید، لیموزین میتونه این پشتش به عنوان مثال لاکچریشه، تلویزیون های جدید باشه مثلا پشتش، کارهای جالبی بتونین بکنین، بعد از اینجا مثلا ماشین لاکچریتون سوار شین و برین. دوستان یکی دیگه از نایت کلابا میتونه اینجا باشه. اینجا خیلی شیکه، ببینین چقدر قشنگه دوستان، بتونین برین داخلش. دوستان نگاه کنین شیشه ای خیلی جذابه. اینا هم مثلا بیرون وایسادن که بعید میدونم، گفتم بهتون بعید میدونم اینا مثلا بیرون وایسن اگه بیاد آپدیتش، داخل احتمالا وا میسن، چون اگه بیرون وایسن که دیگه همه پلیرهای دیگه مثلا میزنن میکشنشون. دوستان نگاه کنین اینجا صبر کردیم که شب بشه و زیباتر بشه و بهتون نشون بدیم. نگاه کنین چقدر خوشگله دوستان، سبز کار شده، داخلش هم شیشه ایه، بتونین مثلا توش شادی کنین، جشن بگیرین، سیستمای قوی بیارین یا مثلا داخلش رو به سلیقه خودتون درست کنین یا مثلا چیدمان داخل نایت کلاب رو درست کنین. اینجا دوستان نگاه کنین همون جایی بودش که بهتون نشون داده بودم، ولی شب شده چند نفر بیرونش وایسادن، یعنی نایت کلابه. اینجا دوستان یکی دیگه از نایت کلاب ها میتونه باشه که خیلی باحاله. نگاه کنین دوستان مردم بیرون وایسادن همونجوری که مشاهده میکنین، مکانش همینجاست. اینجا دوستان نگاه کنین این نایت کلاب خیلی شیکه، این طرفش مردم میستن، این طرفش هم دوستان نگاه کنین چوب کار شده رو زمین، بعد میبینی همونجور بادیگارد وایساده جلوی درش به عنوان مثال، مثلا بادیگارد و
بزنی جلوی دم در نایت کلابتون که همونجوری که گفتم داخل نایت کلاب میاد، مثلا توش بتونین بار راه بندازین یا مثلا کسب درآمد کنین، یا به عنوان مثال دوستان میتونین توی نایت کلابتون برقصین با دوستاتون، دوستایی که توی جی تی آنلاین دارین. دوستان در مورد پلیس بودن توی جی تی آنلاین چه فکری میکنین؟ به نظرتون جالب میتونه باشه؟ میتونین مثلا توی جی تی آنلاین پلیس کثیفی بشین توی جی تی آنلاین، یه پلیسی که کارهای خلاف انجام بده مثل تمپنی توی سی جی. بتونین مثلا این دفعه توی لوس سانتوس شما هم توی جی تی آنلاین پلیس بشین، جالب میتونه باشه درسته؟ 65% احتمالش هستش که توی جی تی آنلاین بیاد، همونجور که میبینین مثلا برین داخلش LSPD، مثلا بیاییم بیرون بریم مثلا دوزه رو دستگیر کنین، یا مثلا ماشین مکلارنتون رو یا مثلا ماشین بوگاتیتون رو بتونین آژیر بذارین روش و به شکل ماشین پلیس درش بیارین. یه ایده جالبیه، 65% احتمالش هستش که توی جی تی آنلاین بیاد. دوستان در مورد قمار چه فکری میکنین؟ قمار به نظرتون جالب میشه؟ کازینو، یه کازینو بخرین مدیرش بشین، مدیر کازینو بشین، مثلا با دوستاتون یا با کسای دیگه با رقبای دیگه توی جی تی آنلاین بتونین توی این کازینو بیاین و قمار کنین، پولاتونو بذارین وسط، پوکر بازی کنین و هر کی که بردش پولا برسه کلش به همون یه نفر. اینها دوستان، این کازینو کازینو خیلی بزرگی هم هست توی لوس سانتوس که تا حالا داخلش نشده بریم، ولی راکستار میتونه این ایده رو عملی کنه، مثلا پوکر بازی کنیم برنده بشیم، پولدار بشیم، کسب و کار راه بندازیم توش، نه فقط مثلا بازی کنیم با دوستاتون، بتونیم مثلا کسب و کارتون راه بندازیم، لاکچریش کنیم داخلشو. نگاه کنید دوستان، اینجا هم نوشته به زودی باز میشه، یعنی واقعا توی جی تی آنلاین باز میشه یا نه علکی نوشته. به نظر من خیلی ایده توپی میتونه باشه دوستان. مثلا اینجا هم پارکینگ طبقاتیتون باشه، پارکینگ باحال و جذاب و شیشه‌ای. این طرف هم دوستان مثلا کازینوهای دیگه باشه، به عنوان مثال داخلش بتونین برین طبقه بالا و از یک کازینوی بسیار بزرگ لذت ببرین. کارهای خیلی زیادی میشه توی کازینو انجام داد، قمارهای خیلی زیادی میشه توی کازینو انجام داد، مثلا توی جی تی آنلاین عملی بشه. احتمال اینکه کازینو بیاد توی جی تی آنلاین 85%. خیلی دوستان نظرتون در مورد خونه های لاکچری چیه توی جی تی آنلاین؟ یا مثلا بتونین حیوان خونگیتون رو بخرین، یا مثلا کالاهاتون رو از توی همون خونهتون مدیریت کنین، کالایی که میخرین، یا مثلا بیزینستون رو، مواد مخدرتون رو از توی خونهتون مدیریت کنین، توی خونهتون مثلا نوکر داشته باشین، بادیگارد داشته باشین که ازتون محافظت کنه، بتونین حیوان خونگیتون رو نگهداری کنین ازش، گربه یا سگ، حیوانات مثلا به جی تی آنلاین اضافه شن دوباره. به عنوان مثال نگاه کنین دوستان، توی این خونه، این خونه که یه بار هم مایکل زد داغونش کرد، نگاه کنین دوستان داخلش رو نگاه کنین، میبینین اینجا بشه مثلا خونتون دوبلکس بشه، شیک راکستار درستش کنه، شیشه‌ای بشه، مثلا بتونین پارتی بگیرین توش با رفیقاتون، یا کباب درست کنین، یا اینجا مثلا دیجی بیارین برقصین. البته اینجا باید سرپوشیده بشه، فکر نکنم عملی بشه اینجوری باز. دوستان یکی دیگه از این خونه ها بغل همین زمین گلفه. این خونه خیلی بزرگه دوستان، این خونه خیلی بزرگه. این خونه ها 90%
قراره که توی جی تی آنلاین بیاد، صحبتش شده، حیوانات خانگیتون رو بتونین بخرین، احتمالش 90%. ناکنین دوستان اینجا پارک میکنیم، به عنوان مثال این یارو که دیگه اومد تو خونمون، یه موش میزنیم تو صورتش بگیم گم شو برو بیرون. مثلا نوکراتون میبینین انجام میدن تمیزکاری خونتونو، یا به عنوان مثال اینجا تنیس بازی کنین، زمین تنیس با رفیقاتون بازی کنین. البته این امکان توی GTA آنلاین هستش، ولی توی خونتون هم بتونین انجام بدین. نگاه کنید دوستان چقدر بزرگه این خونه، خیلی بزرگه، یعنی اگه این خونه بیاد لاکچری ترین خونه GTA آنلاین میشه، احتمالش 90%. نگاه کنید دوستان اینجا استخرتون، به عنوان مثال شبا بتونین توش پارتی بگیرین، اینجا مثلا بار بشه. فکر نکنم راکستار به این بیرون ها زیاد کاری داشته باشه، خیلی جالب میتونه باشه. دوستان میبینین اصلا خونه به اون بزرگی میتونین خیلی کارا توش بکنین، مثلا سگتون رو توش نگهداری کنین، گربتون رو توش نگهداری کنین، یا به عنوان مثال بتونین بیارینش بیرون. این احتمالا هست توی GTA آنلاین. دوستان یه خونه دیگه هم که توی جی تی ای هستش خیلی لاکچریه اینجاست. ببینین اینجا همون جایی هستش که تروور اومد دهن یارو گرفت سرویس کرد، حالا اون یارو مثلا مرد دیگه، به عنوان مثال باید این خونهش به فروش بره دیگه. این خونه مثلا بیاد توی جی تی ای آنلاین، نگاه کنید چقدر شیکه دوستان این خونه لاکچری، گاراژ اختصاصی مثلا داشته باشین، بیزینستون رو بتونین از توی این گاراژا مدیریت کنین، این استخر مثلا توش بتونین شنا کنین، یا به عنوان مثال بتونین دراز بکشین، که البته همچین چیزایی رو من بعید میدونم توی بیرون از لوس سانتوس توی جی تی آنلاین بشه انجام داد. احتمالا اگه بیاد داخل این خونه ها میتونین انجام بدین، یا مثلا حیوانای خونگیتون میتونین فقط داخل خونه هاتون نگهداری کنین، مثلا میتونین خیلی بزرگه دیگه حیوانتون، مثلا میتونه همیشه توی خونه هاتون باهاتون راه بیاد، یا بهش غذا بدین یا نازش کنین. خیلی خوب دوستان، حالا این خونه لاکچری هم بهتون نشون بدم. این خونه هم میتونه جالب به نظر بیاد، خیلی شیکه. همینجاست، درست همین بغل اون خونه قبلی، طرف اون خونه قبلی که جالب میتونه باشه. به عنوان مثال راکستار امکانی اضافه کنه اینجا شیشه ای بشه، بعد بتونین بیرونش رو تزیین کنین، بتونین داخل خونه هاتون ورزش کنین، باشگاه راه بندازین، یوگا کار کنین، دمبل بزنین، وزنه بردارین. این چیزا احتمالش هست دوستان، 90% احتمالش رو دادن که قراره بیاد. حالا نیومد دیگه نیم به من بگین که چرا دروغ گفتی، من اینا گذاشتم چون احتمالش هستش. این آپدیتی که الان میخوام بهتون نشون بدم احتمالش 96% 96% احتمال داره که این آپدیت بعدی GTA آنلاین باشه.
در ادامه الان بهتون میگم چرا 96%. این آپدیت دوستان، اول اینکه نگاه کنین دوستان توی این لباس فروشی ها نگاه کنین، این آپدیت کشتی میزنه روی لباس ها و اسکلت های دوزان دریایی ها میزنه. این آپدیت میتونه توی دریاها اتفاق بیفته. بتونین میبینین دوستان اسکلت ها رو، بتونین مثل جک اسپارو اگه فیلمش رو دیده باشین، دوزان دریای کارائیب، میتونین داخل دریاها بیزینس راه بندازین. حالا چرا دوستان احتمالش 96%؟ چون قبل از اینکه آپدیت بانکر بیاد، قبلش یه آپدیت اومده بود به نام ایمپورت اکسپورت که توی این ایمپورت اکسپورت شلوار ارتشی گذاشته بود. نگاه کنین یکی دیگه هم اینجا بود، شلوار ارتشی گذاشته بود. بعد از این آپدیت بانکر اومد، دیدین که بانکر خریدین، تونستین ارتشی بشین، بعد تونستین سلاحاتون رو جدید کنین، موبایل آپریشن سنتر خریدین، تانکای جدیدی اومد، جتای جدیدی اومد. یه ایستر ایگ دیگه که میتونم الان بهتون نشون بدم اینه که نگاه کنین توی این تتوها، کشتی و ناخدا هستش، نقشه هستش دیگه، دوزن دریایی هست. نگاه کنین این الان نقشه رو نگاه کنین، اختاپوس، کشتی، نه همه ثابت میکنه که آپدیت بعدی کجاست دوستان؟ توی دریاها. احتمالش 96%. بتونین کشتی های لاکچری بخرین، کشتی های دوزن دریایی بتونین بخرین، بیزینس راه بندازین. خب دوستان، حالا این تتوه های دیگه نگاه کنین دوستان، جلوی روی سینه که میبینی همونجور لباسه دوزن دریایی روی شکم، همه اینو ثابت میکنه دوستان. نگاه کنین، حالا اینا که فعلا هیچ، اینا هم که روی گردن هیچ، نه نگاه کنین روی بازو و روی دست، نگاه کنین یه پریه دریایی خوشگل، یه پریه دریایی که خیلی خوشگله. این ثابت میکنه که آپدیت توی دریا هاست. یکی دیگه اینجاست که نگاه کنین اختاپوس، اینم دوباره روی پا اختاپوس. یکی دیگه هم دوستان اینها اینجاست سمت راست. خب دوستان، حالا مکانایی که احتمالش هستش این آپدیت بیاد اینجا هست. نگاه کنین کشتیتون، خبرش میکنین، زنگ میزنین که بذارنش اینجا. ولی اینجاها به نظر من خیلی شیک نیستش، میتونین راگستار یه چیزی اضافه کنه. دوستان اینجاها نگاه کنین میتونه هتل دریایی بشه، یه هتل مثل دبی بتونین راه اندازی کنین اینجاها، کسب و درآمد کنین ازش. کسب و درآمدی که میگم اینجاست، به عنوان مثال هتلتون رو راه بندازین، هتل دریاییتون، داخلش هم شیشه ای بشه، خیلی شیک میشه، بتونین زیر دریا زندگی کنین، خونه بخرین یا هتل بخرین و ازش کسب و درآمد کنین. چون توی هر آپدیت راکستر سعی میکنه که آپدیت جذابتری بده بیرون. نگاه کنین اینجا هم دوستان بتونین مثلا زیر دریایی خاص و لاکچری بخرین، همونجوری که مشاهده میکنین عکس رو. این ماشین که توی جی تی آنلاین هم هستش، احتمالش هستش که توی آب هم بیاد، یا مثلا این زیر دریایی که هم یه کشتی تفریحی میشه، هم یه زیر دریایی کشتی تفریحی جذاب و زیر دریایی شیک. نگاه کنید دوستان چقدر خوشگله. بتونیم مثلا این زیر دریایی رو بخریم، مثل موبایل آپریشن سنتر توش کارهای جذابی انجام بدین، یا
برین بگردین یا با دوستتون بجنگین داخل دریاها، یا از کشتی‌های دیگه سرقت کنین. یکی دیگه هم دوستان اینه، با دوستتون ستایی بشینین و داخل اقیانوس تفریح کنین. چقدر هیجانی میشه دوستان، با سرعت خیلی زیادی بتونین مثلا زیر دریاها حرکت کنین که طرف کشتی تفریحیتون هم برین. کشتی تفریحی جدید مثلا بیاد، کشتی تفریحی مثلا لاکچری تر، بتونین مثلا کشتی تفریحیتون رو رنگش عوض کنین، طلایی رنگش کنین به عنوان مثال. زیر دریای کوسه ای بیاد، نگاه کنین خیلی تون میشه این زیر دریای کوسه ای، خیلی تون میشه اگه بیاد. دوستان یه چیز دیگه هم که احتمالش هستش توی جی تی آنلاین بیاد، کشتی های جنگیه. کشتی های جنگی که دیدین بتونین جتاتون رو داخلش بذارین و از اونجا حرکت کنیم به سمت لوس سانتوس. مثلا اون کشتی جنگیتون بتونه با کشتی های دیگه بجنگه، از توی کشتی جنگیتون امکانی فراهم بشه که بتونین لوس سانتوس رو نشونه گیری کنین و از همونجا به لوس سانتوس و کسایی که توی لوس سانتوس هستن شلیک کنین و تیراندازی کنین. یا به عنوان مثال دوستان میتونین کشتی های تفریحی شیک داشته باشین داخلش، یا بتونین یه دفتر خاصی رو توی کشتی تفریحیتون داشته باشین. مثلا دوستان توی کشتی تفریحی جدیدتون بتونین قایقاتون رو ببرین داخلش، چند تا قایق مثلا داخلش جا بشه، قایقای لاکچریتون رو مثلا بذارین داخلش. اینم دوستان خیلی شیکه، بتونین مثلا ازش تیراندازی کنین. نگاه کنین دوستان یه جورایی هم شبیه ماشین بتمنی هستش که من توی ویدیوی قبلی واسهتون گذاشته بوده. خیلی خوب نگاه کنین دوستان، داخل اقیانوس رو نگاه کنین. اینجا نگاه کنین، حالا من چیکار کردم؟ یه بار دیگه اومدم اینجا و اکسیژن رو زدم. نگاه کنین اکسیژن رو زدم که خفه نشه زیر آب. میتونین این اکسیژن از توی همون تفنگ فروشی ها بخرین. نگاه کنین دوستان زیر این دریا خیلی کارا میشه کرد، مثلا راکستار پناهگاه دریایی رو راه اندازی کنه، بتونیم کسب و کارمون رو از توش انجام بدیم. گویی های شیشه ای که از آب زده بیرون، پناهگاه هایی که زیر آبه و نورش خیلی خوشگل میکنه داخل آب، و بتونیم از همونجا زیر دریایی هامون رو برداریم و بریم داخل آبهای لوس سانتوس. این آپدیت به نظرم بشه دوزن دریایی خیلی جالب میشه. خب دوستان اینجا من یه آموزش بهتون بدم، به نظرتون الان من اینجا هم میتونم تا اونجا شنا کنم؟ خیلی سخت میشه درسته؟ مثلا اتفاق افتاده اینجا، یا قایقتون داغون میشه یا هواپیماتون داغون میشه یا به عنوان مثلا هلیکوپترتون داغون میشه، کالای چیزی میخواییم بیارین، از اینجا که دیگه نباید شنا کنیم برین تا خشکی. اینجا باید این کار کنیم، اینو میزنیم منو رو و اینجا خودمونو میزنیم میکشیم. 500 دلار میگیره که دیگه خودش بره توی خشکی. نیا کنین اگر هم میخواییم 500 دلار ندین، واسه بعضی 500 دلار خیلی پوله. میتونین اینجا برین و پولاتونو بریزین توی بانک همیشه، و این به بعد خودتون رو بخواییم بکشین هیچی پول گم نمی کنه، صرف دلار. دوستان اگر از همچین ویدیوهای خوشتون میاد واسه تون بذارم لایک بدین که پارت دوش هم واسه تون بذارم و نگاه کنین و لذت ببرین. دوستان الی نویر هم که بازی جدید راکستر میخواد بیاد واسه تون میذارم و حالش رو ببرین. کانال یوتیوب کیودیپای رو دنبال کنین دوستان و مشترک کانال یوتیوبمون بشین. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه رفقا. Peace.